صدای مردم استقبال بکنن و بسیجی که به میان آمده اینا را به موقع حمایت بکنن، تجهیز بکنن، اکمال بکنن. یک، به طالبان صدای ما است که شما بارها با ما صلح میگفتین، پیام های صلح را به ما روان میکردین، با ما و به همه کس، ولی میبینیم به یک دستتان قرآن، به یک دستتان شمشیر، مردم ما را سر میزنین، مردم ما را کشتار دست جمعی میکنین و مسات یا تاسات عامل منفعی ما را از بین میبرین و زیربناها، زیر ساختا و سرکار از بین میبرین و بالاخره هجومتان به حد گستاخانه شد که هیچ ولسوالی، هیچ شهر مسئول نماند. پیام ما با اوناست، اگر شما واقعا صلح میخواین، همه مردم افغانستان صلح میخواد، وگر نه اینمی ملتی است که بار بار شما را درس عبرت داده. ما مجبور هستیم که در کنار فرزندان اصیل وطن، یعنی قوای مسلح افغانستان، در کنارشان استاد شویم و مردم را بسیج کنیم و به خاطر آزادی وطن شما را چنان سرکوب بکنیم که در دوره های مختلف این درس و درس عبرت را بهتون داده بودیم. باید داشته باشند که شمال افغانستان، کل افغانستان به خصوص شمال و به ویژه بلخ، گورستان شما بوده، قبرستان شما بوده. شما عبرت کنین، حیا کنین از گذشته ایتان. با امیدوار هستم که اینا به صلح لبیک بگوین، مذاکرات اثر بگیرن، از جنگ عقب بنشینن، با دیالوگ، با تفاهم، با منطق، با دیالوگ بین الافغانی به خیر کشور، به خیر ملت بیاین زانو بزنن، با هم بشینیم، گپ بزنیم تا با یک توافق برسیم، جنگ در کشور ختم شود. سفیر گلوله را هیچ مادری، هیچ خواهری، هیچ جوانی، هیچ فردی از کشور نشنود. به جنگ های گلولایی، چریکی، پارتیزانی بلد هستند و در جنگ های غیر متعارف بلد هستند. اینا میتونه که سبق خوب مثل سابق طالبا را بتن. امیدوار هستم که طالبا سر هوش بیان، جنگ را تاکید نکنند. مجاهدین کسایی است که شوروی شکست داد، مجاهدین کسایی است که بله گای شکست خورد، بالاخره طالب شکست داد و مجاهدین کسایی است که یک دنیا تجربه جنگ داره. امیدوار هستم که جنگ یا وضعیت به او حد نکشه که جنگ بسیار خونین تر شود. پیام دیگه به تمام قماندان های جایی دارم که هر سر مجاهدین بود، به تمام فرماندهان خود ما چی در ولایت مختلف چی در بلخ حضور دارن، اما چنانه که فراخوان دادیم حضور ما در سرتاسر افغانستان است، الحمدلله. ما دوستایی داریم، مثلا نقیبی صاحب در قندار، امیر صاحب اسماعیل خان در حیرات، در غور، در بادغیس، در مشرقی، فرماندهان نامدار در جنوب شرق، در جنوب، در تمام ساحا، بالاخره در نو ولایت شمال، بامیان و مرکز حضور گسترده داریم. خصوصا قماندان هایی که مستقیم تحت امر ماست، برایشان فراخان ما و هدایت ما، فراخان نه که هدایت ما است، با تمام توان در برابر دشمن که جنگ طلبی کرد بجنگن، استادگی بکنن، پایشان نلرزه، وطن را به دشمن رها نکنن. مرگ بهتر از این که مردم خود از زیر شلاخ و کیبل بکنن، مرگ بهتر از این که فرار بکنن، زندگی با ذلت و ذلتبار داشته باشد. شخصی ما حاضر هستم که کوچه با کوچه اگر روز بد بیاد با دشمن بجنگیم، سر بتیم، خون ما برده مثل گذشته ها، بار بار زخمی شدیم، وطن رها نکردیم. در شرایطی که طالبا با بادارانشان 90% افغانستان را گرفته بود، ما از افغانستان نبرآمده بودیم. در این شرایطی که امکانات هست، تسلیحات هست، قوای هوایی زمینی هست، جنرالای با تجربه داریم، قوای مسلح خوب داریم، کماندوی خوب داریم، قطعات خاص خوب داریم، مجاهدین با تجربه داریم، هیچگاه وطن رها نمیکنیم. به این فرمانیان امر مایی است که بجنگین تا زمانی که یا دشمن را میکشین یا وطن آزاد میکنین یا مردانوار شهید میشین. در غیر گریز برای ما قابل قبول نیست و این قماندان را مورد بازپرس قرار میگیرن. من فکر نکنم که برنامه از قبل تنظیم شده باشه که ولسوالی ها قصدا به طالبا داده شود، ولی مدیریت غلط میتونه که سبب شده باشه. یک، و سرتاسری شدن جنگ و دست کم گرفتن این وضعیت، چنانچه ما به رئیس جمهور، به مسئولین بلندپایه بسیار جدی و دقیق گفتیم که اجماع ملی به میان بیاید، از طریق اجماع ملی بسیج ملی به میان بیاید، از طریق بسیج ملی قوای مسلح روحیه داده شود،
چون خارجی ها که برآمد یک قسمت مورال پایین میاد، مورال دوباره بالا بره و سریقی بسیجی میری، باز هم کمبودات از نظر کمیت، کمبودات تشکیلات و قطعات و جزتام های بزرگ و خرد و بزرگ تکمیل شود. مردم طبعا تمام سیاسیون و اقوام عذاب قدرتمند با صاحب پایگاه که سم بگیره، طبیعی بود که قوای مسلح بیشتر از نظر کمی خودکفا میشد و تکمیل میشد. فراخان ما برای همه اعضاب سیاسی است که لبای گفتن، به همه جریان سیاسی است، حزب وحدت اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جنبش ملی، حرکتین، اعتدال، اقتدار و حزبای زیادی دیگه است که اونا لبای گفتن آمده هستن که با ما یک جای، حزب اسلامی و همه اینا آمده هستن که با ما یک جای برای بسیج ملی همکاری بکنن و در پی تامین امنیت، آوردن دوباره رفاه برای مردم با هم یک جا کار بکنیم. بله استاد صاحب محقق، مرشد صاحب دوستم، سر کلشان ما صدا کردیم. بدون شک ما اونا حیات سیاسی مشترک داریم، حیات اجتماعی مشترک داریم، با هم یک جا کار میکنیم که نظر دیدگاهشان هم مثبت است. پیام ما خاص اگر بگویی بلخ کمی کلانتر شمال در مقیاس کل افغانستان بالاخره است. و پیشتر یاد کردم از قندهار، از جنوب، جنوب شرق و تمام جاها کدرایی است، فرماندهانی است و ما مثل دانه زنجیر با هم سرنوشت ما شریک است، گره خورده هستیم. ما صف مرصوص با اشتراک همه گوشه ها و ولایت افغانستان ایجاد میکنیم. خاطر دان جمع باشه که تنها برای بلخ نیست، مگر با یاد داشته باشیم که بلخ همینقدر مهم است که اگر سقوط خدای نخواسته، سقوط بلخ، سقوط شمال، سقوط شمال، سقوط افغانستان است. چون ما شما یه تجربه داریم، قصه نیست، تاریخ نیست، تجربه است که در زمان دکتر نجیب هم ما شما دیدیم، در زمان خودم هم دیدیم، در زمان طالب هم دیدیم. روینتن با قامت استاده و کمرای افراخته محکم و استوار و قدمای متین و عزم راسخ آمدیم که امنیت برای مردم خود باز بگرداریم. ما فرزندان خلف مردم هستیم، تنهایشان رها نمی‌کنیم. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.